با بهترین درودها و شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان همچون همه شب تا سی دقیقه پیش روی مروری خواهیم داشت بر تازه های اخبار ایران و جهان که کاوشیست بر آن سوی خبرهای منتشره در رسانه های مختلف تا بازخانی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت تازه‌ترین اظهارات هستئی حسن روحانی کشف نرمافزار جدید جاسوسی آمریکایی از کامپیوترهای ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان واکنش به ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در رسانه ها با اعتراض مجازی کاربران و کنشگران سیاسی و مدنی همینطور حذف یارانه طبقه پردرآمدها و خارج نشینان ایرانی و بالاخره تازه ترین رسوایی فساد مالی در جمهوری اسلامی با افشای پرونده مالی دیگر به مبلغ 6500 میلیارد تومان در واقع اهم مطالب و موضوعاتی بودند که در طول 24 ساعت گذشته از سوی بیشتر رسانه های چاپی و الکترونیک باستاب گسترده داشته و انتشار وسیع یافته بود همینک مرور می کنیم بر تک تک خبرها شرکت روسی امنیت سایبری می گفت که نرمافزارهای جاسوسی جدیدی رو کشف کرده که در هاردیست که تولیدات دیجیتال برخی شرکتها پنهان شده و امکان شنود و جاسوسی از اکثر رایانه های جهان از جمله ایران رو فراهم می آورد. گزارش شرکت کاسپرسکی روز دوشنبه 27 بهمن در خبرگزاری رویترز باستا پیدا کرد و عنوان میکرد که این برنامه جاسوسی تنها بخشی از یک برنامه گسترده است که با حملات سایبری استاکس نت علیه تأسیسات هسته ای ایران ارتباط دارد. بر اساس این گزارش کامپیوترهای شخصی در سی کشور جهان آلوده به یک یا چند برنامه جاسوسی هستند که آلوده ترین این کشورها نیز ایران است و پس از آن کشورهای روسیه، پاکستان، افغانستان، چین، مالی، سوریه، یمن و الجزایر قرار دارند. به گفته این شرکت نهادها و افرادی که هدف این برنامه جاسوسی قرار گرفته اند، نهادهای دولتی و نظامی، شرکتهای مخابراتی، بانک ها، شرکت های انرژی، پژوهشگران هسته ای، رسانه ها و فعالان اسلامگرا هستند. در گزارش کاسپرسکی از هیچ کشوری به طور مشخص نام برده نشده که پشت این برنامه جاسوسی قرار دارند. اما چنانچه رویترز می نوشت ربط دادن آن به پروژه استاکس نت نظرات رو متوجه آژانس امنیت ملی آمریکا می کند. بدافزار استاکس نت و حملات آن علیه تأسیسات هسته ایران در سال 1389 علنی شده بود در حالی که گزارش رسانه های غربی و ایرانی حکایت از نقش دولت آمریکا در آن داشت از جمله روزنامه نیویورک تایمز می نوشت که این حملات از چهار سال قبل از آن با حکم جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا آغاز شد و در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما شدت یافت. رویترز عنوان می کرد که اساسا این آژانس امنیت ملی آمریکاست که مسئولیت گردآوری اطلاعات الکترونیک رو در آمریکا بر عهده دارد یکی از کارمندان پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا نیز در گفتگوی با این خبرگزاری گزارش و تحلیل شرکت کاسپرسکی رو تایید کرده است همچنین یکی از معموران سابق امنیتی آمریکا تاکید می کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا به تکنیک با ارزش پنهان ساختن نرم افزار جاسوسی در هارد دیسک ها دست پیدا کرده است رویترز می نوشت، سخنگوی آژانس امنیت ملی آمریکا به این خبرگزاری گفته که آژانس از گزارش کاسفرسکی مطلع است ایشان اما از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرده بود شرکت کاسفرسکی پیش از این نیز بارها از وجود طرح و برنامه های جاسوسی گزارش داده بود و از جمله در سال 1391 خورشیدی عنوان کرد که دست کم سه بدافزار جاسوسی رو کشف کرده که اطلاعات کامپیوترهای ایران رو در مقیاس گسترده به خارج از کشور منتقل میکند. و اما تصویر سید محمد خاتمی تنها یک روز پس از تایید محسنی اجعی مبنی بر ممنوع تصویر شدن این رئیس جمهور صدرنشین شهر شبکه ها از جمله فیسبوک شد. در این میان گروهی از کاربران ایرانی شبکه اجتماعی به نشانه اعتراض به ممنوع کردن حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در رسانه ها به انتشار عکس ها و مطالبی درباره آقای خاتمی پرداختند. یک روز پس از اظهارات قلم حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه قضایی ایران که گویا گفته بود رسانه ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین این کشور منتشر کنند کاربران ایرانی رسانه های اجتماعی در کارزار و کمپین های اینترنتی با ساخت هشتکی به عنوان رسانه خاتمی می شویم، به این اظهارات واکنش نشان داده بودند گروهی از کاربران معترض به اظهارات سخنگوی قوه قضایی در کنار استفاده از شعار رسانه خاتمی می شویم دست به انتشار عکس های خود با آقای خاتمی یا عکس هایی از رئیس جمهور پیشین در سطوی وسیع زده بودند. یک روز پیش از این آقای محسنی اجی در جلسه خود با خبرنگاران در تهران گفته بود که با رسانه های متخلفی که تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی منتشر کنند برخورد خواهد شد. جالب توجه که به این موضوع خبری روزنامه ها واکنش, واکنش خاصی نشان نداده بودند. محکوم کردن قتل عام قبطیان مصری کماکان از سوی شخصیت‌های برجسته و مسئولین سیاسی جهان ادامه دارد رئیس جمهور ایران نیز کشته شدن 21 مصری توسط داعش رو محکوم کرد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری که البته در روزنامه های وسیعی نیز باستاب داشت حسن روحانی رئیس جمهور روز سهشنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی جنایت اخیره تروریست ها در منطقه رو تاسف آور خواند روحانی گفته بود متاسفانه این اقدامات به نام اسلام و مسلمانان انجام می شود در حالی که اعمال تروریستی و ضد انسانی این افراد هیچ سازگاری با اسلام ندارد اقدامات و روش های سبوعانه این تروریست ها را هیچ وجدان آگاهی تایید نمی کند به ویژه آنکه با نمایش دادن تصاویر جنایات خود باعث افزایش تنفر و خشونت نیز می شوند. روحانی جنایت اخیر سربریدن 21 شهروند مسیحی مصری در لیبی رو ضد بشریت، ضد اسلامی و اقدامی وحشیانه توصیف کرد و ضمن تسلیت به بازماندگان این جنایت و همدردی با آنان می گفت جمهوری اسلامی ایران این حرکت ضد بشری و وحشیانه رو قاطعانه محکوم می کند. در این جلسه که 759 شورای عالی انقلاب فرهنگی بود ابتدا گویا گزارش مفصلی درباره وضعیت ازدواج و مشکلات مرتبط با آن و نیز آسیب های طلاق در ایران مطرح شد که در این گزارش به طور کامل مسائل کمی و کیفی و عوامل مختلف مؤثر در تأخیر ازدواج جوانان و ناپایدار بودن ازدواج ها با ذکر جزئیات و آمار و ارقام ارائه شد. روزنامه های تهران نیز کماکان در این راستا گزارش های منتشر کردند. برابر این گزارش با وجود آمار ثبت فراتر از یک میلیون ازدواج در سال، اما این رقم نسبت به سال گذشته دارای رشد منفی است و از سوی دیگر نرخ طلاق در استانهای مختلف کشور نیز نسبت به سالهای گذشته روند افزایشی داشته که این مسئله علل مختلف اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی دارد. در این میان روزنامه های امتیاز و شهروند به گزارش های در این راستا کشیده بودند. ادامه میدهیم، دهیم ماجره های انفجار آمیا ها در آرژانتین میرود که دامن مذاکرات هسته ای رو نیز بسوزاند. دولت آرژانتین طی نامه از دولت آمریکا خواسته است پرونده انفجار آمیا رو در میان بحث های مطروحه در مذاکرات هسته ای با ایران قرار دهد هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین روز سه شنبه با اعلام اینکه این, این نامه برای جان کری وزیر خارجه آمریکا ارسال شده است گفت که پیشتر هم چنین درخواستی مطرح شده بود لازم به توضیح است که در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس موسوم مر... به آمیا در سال 1994 میلادی در واقع 21 سال پیش 85 تن کشته شده بودند. در این میان چند منبع قضایی رسیدگی کننده به این پرونده چند مقام تهران رو به دست داشتنی در این انفجار متهم کرده اند اما مقام های ایران این اتهام رو همواره رد می کنند. اما این ماجراهای سالیان خفته به یک باره با قتل مشکوک دادستان پرونده انفجار وارد فاز تازه شده است. آلبرتو نیسمان دادستان سابق آرژانتین چند روز پس از آنکه رئیس جمهوری این کشور رو به لاپوشانی پرونده ی آمیا برای بهبود روابط با ایران متهم کرد به صورت مرموزی در منزلش درگذشت ادامه می دهیم با رویدادهای دیگر با رویدادی منطقی برنامه یانسوی خبر امشب رو پی می گیریم. جلسه مشورتی عربستان سعودی و قطر جهت اتخاذ راهکارهایی در راستای برونرفت بحرانهای منطقه‌ای برگزار شد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز سهشنبه مذاکراتی در ریاض با امیر قطر انجام داد که گفته می شود بخشی از تلاشهای های منطقه‌ای برای تقویت مناسبات علیه داعش است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از پایتخت عربستان دیدن کرده و پیش از این شاهزاده محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و شیخ سبا الاحمد الصباح امیر کویت به دیدارهای مشابهی دست زدند رسانه های سعودی نیز گزارش دادند که امیر قطر و پادشاه سعودی تقویت روابط و همچنین تحولات بین المللی رو مورد بحث و بررسی قرار دادهاند. انور اشقی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و حقوقی مستقر در جده گفته است این دیدارها ادامه تلاش است که در دوران ملک عبدالله پادشاه قبلی عربستان که ماه گذشته درگذشت شروع شد تا در بهبوهه تهدید فزاینده داعش بین مصر و قطر مصالحه ایجاد کند این کارشناس می گفت به اعتقاد من آنها سعی دارند قطر و مصر را به سمت مذاکره با یکدیگر سوق دهند عربستان سعودی امارات متحده عربی و کویت حامیان مالی اصلی دولت عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر هستند و قول یک کمک حدود 12 میلیارد دلاری به آن را از زمان به قدرت رسیدن دادند. روابط مصر و قطر پس از خلع محمد مرسی نخستین رئیس جمهوری منتخب اسلامگرای مصر در قدرت در سال 2013 و سختگیری در مورد جنبش اخوان المسلمین تحت حمایت دوه تیره شده بود این امر باعث بروز بحران بین قطر و همسایگان عربش در خلیج فارس یعنی بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی شده ولی این سه کشور بعدا نمایندگانشون رو در دوهه ابقا کردن اشقی این کارشناس حوزه اعراب می گفت خلیج فارس می خواهد مصر را شریک و متحد خود علیه تروریست های منطقه کند کماکان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید با چند خبر منطقی قتل عام قبطیان مصری از سوی ارتش مصر بی جواب نماند و پس از یک دوره تهاجم همه جانبه به موازه شورشیان داعشی در لیبی همینک رئیس جمهور مصر خواهان ورود تمام ایار نهادهای جهانی علیه آنان شده است پس از انتشار گزارش هایی در خصوص سربریدن 21 شهروند مصری به دست شبه نظامیان مرتبط با حکومت اسلامی سابق موسوم به داعش در لیبی قاهره خواستار دخالت نظامی بین المللی به رهبری سازمان ملل در لیبی شد. به گزارش روز سهشنبه شبکه رادیو یک اروپا عبدالفتا سیسی رئیس جمهوری مصر از سازمان ملل خواست تا از حمله نظامی به شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی حمایت کند همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه عبدالفتا سیسی می گفت هیچ راه دیگری جز تشکیل یک اعتلاف جهانی برای مقابله با افراطگرایان در لیبی وجود ندارد این گزارش هاکی است که وزیر خارجه مصر هم راهی نیویورک شده تا در خصوص کسب معافقت کشورهای عضو شورای امنیت برای مجوز برخورد نظامی در لیبی با آنها گفتگو کند بدر عبدالعاتی سخنگوی وزارت خارجه مصر با تایید خبر سفر وزیر خارجه این کشور به نیویورک می گفت ما از جامعه جهانی می خواهیم همانطور که در عراق و سوریه با داعش مصوم به حکومت اسلامی می جنگند به برخورد نظامی در لیبی هم توجه کنند تلاش های دیپلماتیک مصر برای جلب حمایت کامل سازمان ملل در حالی است که این کشور خود حمله به شبه نظامیان رو با بمباران مواضع این گروه در درنا آغاز کرده است حملات روز 27 بهمن ماه مصر به موازه شبه نظامیان اولین اقدام نظامی این کشور در خاک لیبی به شمار میرود. بنابر گزارش های منتشر شده این کشور سال گذشته به امارات متحده عربی نیز اجازه داده بود تا از پایگاه های نظامی این کشور برای بمباران موازه شبه نظامیان لیبی استفاده کند. فرانسه نیز خواستار حمایت سازمان ملل از حمله به شبه نظامیان لیبی شده است. پاریس پیش از این موافقت خود رو با فروش جنگنده های پیشرفته رافائل به قاهره اعلام کرده بود جالب توجه اینکه در همین راستا روزنامه کیهان تحت امر رهبری جمهوری اسلامی از این موضوع و فروش اسلحه به این گونه تحلیل می کرد که فرانسه در این راستا با آتش افروزی در لیبی نقش سود بردن و در جهت منافع خود می کشد و در واقع به نحوی متهم می کرد این کشورها رو که داعشی ها رو خود ساختند و اما نبرد با داعشی ها سهم سپاهیان جمهوری اسلامی رو نیز هر روز بالا میبرد در تازه ترین گزارش های ارسالی از سوی خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران ایران تنها چند روز پس از کشته شدن چند سردار سپاه در سوریه و عراق همینه خبر رسید که یک ایرانی در سامر را کشته شد خبرگزاری های تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران روز سهشنبه از کشته شدن یک طلبه جوان ایرانی به نام محمد هادی زلفقاری در شهر سامرای عراق خبر دادند به گزارش این خبرگزاری ها آقای زلفقاری روز 26 بهمنما و پس از برخورد با یک طله انفجاری که توسط نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش سابق کار گذاشته شده بود کشته شد خبرگزاری تصنیم از این طلبه ای ایرانی با عنوان مدافع حرم نام برده و افزوده که وی در حوزه علمیه نجف مشغول تحصیل علوم دینی بوده است به گفته این خبرگزاری پیکر آقای زلفقاری طبق نامه او در قبرستان وادی و سلام شهر نجف به خاک سپرده خواهد شد ادامه خبرها در آن سوی خبر و اما از موج کشف فسادهای سازمند... سازماندهی شده در ارکان حاکمیت پرده های تازه ای کنار زده شد و این بار شخص رئیس قوه قضایی لایه های تازه از این فسادها رو کنار می زد. رئیس قوه قضایی با بیان اینکه در بحث مبارزه با فساد اقتصادی اقداماتی انجام داده این که تا کنون انجام نشده است می گفت کسی فکر نمی کرد معاون اول رئیس جمهور محاکمه و زندانی شود آملی لاریجانی که برای بررسی وضع قضایی استان لورستان به خورم سفر کرده بود در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان می گفت که البته ما در این پرونده نگاه سیاسی نداشتیم و پرونده از سال 88 تشکیل شده مربوط به بیمه است و ارتباطی به یک میلیارد و دویست میلیون تومانه اعطای پول به نمایندگان مجلس ندارد رئیس قوه قضاییه همچنین در مورد لایحه پلیس قضایی اشاره میکرد که در دولت قبل متاسفانه کمک نشد در حالی که بر اساس برنامه پنجم توسعه وظیفه تدوین آن بر عهده قوه قضاییه بود و آن را به دولت قبل دادیم اما دولت قبل تخلف آشکار کرد و آن را بایگانی کرد در همین راستا برخی از روزنامه ها نیز مطالب اصلی شماره امروز رو به این موضوع پرداخته بودند و به نقل از فقیه آملی لاریجانی خبر دادند که پرونده مالی دیگری رونمایی شد آن هم به میزان 6500 میلیارد تومان از جمله روزنامه قانون آملی لاریجانی در این رابطه در روزنامه قانون میخواندیم و میگفت که همکنون چند پرونده فساد مالی در دست بررسی است که در یکی از آنها فردی 6500 میلیارد تومان بدون حساب و کتاب از بانک ها وام گرفته است ادامه می دهیم خبرها رو باز از عرصه فقها ها خبری از خبرگان رهبری و اظهار نظرهای زد و نقیز فقه های این مجلس رهبرساز ایران که علا رغم جایگاه فراجناهی آن موج جدیدی از جدالهای جناهی رو پدید آوردند. در تازه ترین اظهارات احمد علم الحدا امام جمعه موقت مشهد و از اعضای مجلس خبرگان می گفت که مدیریت این مجلس مسئله چندان مهمی نیست و وظایف رئیس مجلس خبرگان محدود است علم الهدا گفته است که اعضای مجلس خبرگان از نخبه ترین عناصر با قداست هستند بنابراین مدیریت مجلس هشتاد نفری خبرگان برای رئیس مجلس مدیریت سنگینی نیست که چون این اظهار نظری پیش, و پیش در واقع مدلی از بازدارندگی و پیشندیشی است که در صورت انتخاب هاشمی رفسنجانی بر کم اهمیتی این منصب و جایگاه میکشیدند و تاکید داشتند علم الحدا می گفت که رئیس بعدی مجلس خبرگان باید مورد پذیرش اعضا باشد و نمایندگان اون او رو با یک امتیاز خاص انتخاب کنند همینطور محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز گفته رئیس جدید خبرگان وقتی اجلاسی تشکیل شود معلوم خواهد شد فعلا گمان زنی هایی در این زمینه وجود دارد جامعه روحانیت مبارز که آقای موحدی کرمانی دبیر آن است یک تشکل سیاسی محافظه کار و دست راستی است که پیش از این محمد رضا مهدوی کنی رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری دبیر کل آن بود مهدوی کنی که پاییز امسال پس از ماها کسالت و کما در بیمارستان درگذشت از زمان درگذشت مهدوی کنی محمود هاشمی شاهرودی رئیس موقت مجلس خبرگان بود دبیر کل جامعه روحانیت مبارز نیز در این رابطه می گفت که به نظر او رئیس بعدی مجلس خبرگان هم احتمالا محمود هاشمی شاهرودی خواهد بود که این همه گمانه هاش روی شخص هاشمی شاهرودی برای کم اهمیت کردن جایگاه اعتمالی هاشمی رفسنجانی است همچنان بیننده برنامه آنسوی خبر در تلویزیون ایران فردا هستید خشم کلامی مسئولین جمهوری اسلامی با یک بیانیه از سوی وزارت خارجه آمریکا دور تون گرفت و آمولی لاریجانی رو نیز به واکنش تونتری واداشت رئیس قوه قضایی ایران روز سهشنبه در ارتباط با مسئله رفع هست خطاب به رئیس جمهور و وزارت خارجه آمریکا می گفت که شما هیچ غلطی نمیتوانید بکنید صادق آملی لاریجانی این سخنان رو در واکنش به بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره درخواست رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اظهار کرد به گزارش خبرگزاری های مختلف ایران از جمله ایسنا آملی لاریجانی می گفت اخیرا وزارت خارجه آمریکا مطالبی در خصوص کشور ما قوه قضاییه و اینکه کسانی نباید در حصر باشند مطرح کردند و تازه میخواهند قانون اساسی را به محققین ما یاد بدهند آمولی لاریجانی در ادامه اضافه می کرد که ما با اتکا به همین مردم و حضوری که آنها در 22 بهمن دارند به وزارت خارجه آمریکا و بالاتر از آن رئیس جمهور آمریکا می گوییم که شما هیچ غلطی نمی توانید بکنید ادبیات و تعابیری که از سوی آیت الله خمینی نخواستیم این بار به کار رفته بود جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در س... روز شنبه 25 بهمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حصر خانگی زهرا رهنورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار آزادی آنان شد مرزی افغان نیز این رو مستاق بارز دخالت در امور داخلی ایران دانست. رئیس قوه قضایی ایران روز سهشنبه در ادامه سخنان خود بیانیه وزارت خارجه آمریکا رو یاوهگویی خوانده بود. ایشان تصریح کرد که ما بنای ظلم و تعدی به کسی نداریم و نه به گفته این و آن بلکه وظیفه انسانی خودمان میدانیم که ادارت را اجرا کنیم اما رسیدگی به کسانی که به زم وی در فتنه تأثیرگذار بودند یک وظیفه است به استحضار بینندگان عزیز میرسونیم که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان وی از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 به عنوان فتنه و از میر حسین موسوی و کرروبی نیز به عنوان سران فتنه نام میبرند از رفسنجانی هم به عنوان ساکت فتنه نام میبرند رئیس قوه قضایی در سخنان روز سهشنبه خود همچنین اشاره می کرد به هر صورت رفتار با این افراد باید شرعی باشد و ما هم همینطور عمل می کنیم و آنچه هم که تا کنون گذشته همه بر اساس قانون بوده و هیچ اشکالی بر آن وارد نیست. و اما با رویدادی فرازمینی که آن هم پای سه ایرانی در میان است برنامه امشب آن سوی خبر را ادامه می دهیم در خبرگزاری های داخلی و خارجی می خاندیم سه ایرانی در فهرست مسافران مریخ قرار دارند سه ایرانی در بین صد نفر منتخب دور سوم انتخاب مسافران سفر بی بازگشت به مریخ هستند پروژه غیر انتفاعی مارس وان از سال 2011 با هدف مسکونی کردن مریخ آغاز شده است. برای انتخاب ساکنان آینده مریخ بیش از دویست هزار نفر ثبت نام کردند که در پایان سومین مرحله انتخابی دیروز نام 100 نفر از کشورهای مختلف دنیا اعلام شد. برای انتخاب این افراد دکتر نوربرت کرافت مسئول پزشکی مارس وان با داوطلبان از طریق اینترنت مصاحبه کرده و آگاهی آنها از خطرات پیش رو روحیه جمعی و انگیزه آنان رو نیز ارزیابی کرده است افراد منتخب هر کدام در ویدئوی کوتاه به معرفی خود و انگیزه هایشان پرداختند به گفته دکتر کرافت تعداد داوطلبان قوی زیاد بوده و این کار انتخاب رو بسیار مشکل کرده است در بین این صد نفر سعید قندهاری ایرانی مهاجر که در اوکلند نیوزیلند زندگی می کند تنها کسی است که از نیوزیلند در بین صد نفر قرار گرفته است دو ایرانی دیگر هم که ساکن ایران هستند الهه نوری و صادق مدرسی در بین صد نفر پایانی هستند از بین این صد نفر در مرحله بعد چهل نفر و در نهایت 24 نفر برای سفر نهایی به مریخ انتخاب خواهند شد. از سال 2025 هر دو سال یک بار یک گروه چهار نفره به مریخ اعزام خواهد شد بر طبق برنامه که پروژه مارس وان اعلام کرده آموزش و تمرین این فضانوردان امسال آغاز خواهد شد و تا سال 2024 طول خواهد کشید اولین مسافران این پروژه در سال 2025 به مریخ خواهند رسید و با این رویداد از مریخ و ایرانیان مشتاق برای این سفر بی بازگشت وقت برنامه امشب آن سوی خبر نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد رسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله تازه ترین گزارش های خبری روز از محضر یکایک شما خداحافظی می کنم تا درودی دوباره و شامگاهی دگر بار و برنامه تازه از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن بدرود مجلس در جلسه علنی صبح امروز تصویب کردند که تعرفه آب آشامیدنی روستاها 50 درصد تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه شود. به این ترتیب بهای آب در روستاها نزدیک به دو برابر می شود. تعرفه آب آشامیدنی روستاها در سال 93 30 درصد نزدیکترین شهر محاسبه می شد. دولت ایران سیاست افزایش بهای آب را در کشور ضروری دانسته است. همچنین نمایندگان مجلس با حذف بندی از لایحه بودجه که اجازه این کار را به دولت میداد با اخص عوارض از وسایل نقلیه در کلان شهرها یعنی شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت مخالفت کردند. در جریان این بررسی حسن کامران عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف بند الحاقی دو تبصره 8 را مطرح کرد که نمایندگان با 138 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند و بر اساس آن این بند حذف شد. در بند الحاقی دو به شهرداری کلان شهرها اجازه داده میشد با تصویب شورای شهر نسبت به وضع و اخس عوارض از انواع خودروهای سواری و وانت که محل تردد آنها و محل سکونت مالکان آنها در شهرهای مذکور قرار دارد و همچنین ماشینالات و خودروهای سنگین و نیمه سنگین تولید داخل و وارداتی که در محدوده شهرهای مذکور استقرار دارند را حسب شهر نرخ آلودگی در این شهرها تا معادل 5 در هزار قیمت فروش کارخانه، تولید داخل و 5 در هزار ارزش گمرکی و حقوق ورودی اقدام کند و درآمد حاصله را در جهت ایجاد و توسعه خطوط قطار شهری و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه کنند. اگر این بند تصویب میشد نیروی انتظامی و پلیس راهور موظف میشد در وصول عوارض مذکور با شهرداری همکاری نماید عوارض مذکور در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن هر سال به میزان سالانه ده درصد افزایش میافت همچنین نمایندگان مجلس بند دیگری را که هدف آن افزودن بر درآمدهای وزارت بهداشت بود تصویب نکردند. نمایندگان بند الحاقی یک تبصره 8 را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجا دادند. در این بند به سازمان غذا و دارو اجازه داده می شود برای صدور گواهی حلال جهت مواد و فراورده های وارداتی خوراکی، آشامیدنی، دارویی، آرایشی، بهداشتی و پزشکی مبلغ 50 میلیون ریال دریافت و درآمد حاصله را به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. در بخش دیگری از مصوبات امروز مجلس سقف معافیت از دریافت مالیات به میزان یک میلیون و هزار تومان تعیین شد. نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه بند الف تبصره نه این لایحه را پس از رسیدگی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی برای سال 1394 مبلغ 138 میلیون ریال در سال تعیین می شود. بنابر همین مصوبه مالیات بر درآمد مازاد بر یک میلیون و هزار تومان تا هفت برابر به نرخ ده درصد و مازاد بر این به نرخ 20 درصد برای بخش خصوصی و دولتی تعیین می شود. علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با هفتنامه پنجره که توسط خبرگزاری تصنیم منتشر شده از جمله درباره فعالیت های وزارت اطلاعات در دوره انجام قطع های سیاسی زنجیره و سفر خود به آلمان پس از دادگاه ترور میکنوس سخن گفته است علی فلاحیان در این مصاحبه گفته است که سیستم وزارت اطلاعات کاملا منظم بوده و هیچ نیروی خودسری در این وزارتخانه وجود نداشته است او به موضوع قطع های سیاسی زنجیره ای بدون آنکه به طور مستقیم از آن نام ببرد اشاره کرده و گفته است که استفاده از مفهوم خودسر برای نیروهای وزارت اطلاعات کار دشمنان است در دهه 1370 زمان وزارت علی فلاحیان و دوری نجف آبادی اولین وزیر اطلاعات کابینه محمد خاتمی شماری از شخصیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منتقد به نظام جمهوری اسلامی به قط رسیدند. پروانه اسکندری و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از جمله قربانیان قطعه های ای بودند. وزارت اطلاعات عاملان قطعه را خود سر نامیده بود. اما کمیته ای که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برای رسیدگی به پرونده قطعه تشکیل شد، اعلام کرد که مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات در قطرها دست داشتند وزیر پیشین اطلاعات افزوده است که به دلیل وجود یک سیستم یک پارتی کامپیوتری امکان اقدامات خودسرانه وجود ندارد و هر گونه فعالیت نیروهای اطلاعاتی در این سیستم به سخت می رسد فلاحیان همچنین گفته است من بعدها شنیدم طرح قطرها یک بار به این سیستم ارائه شده بود ولی برگشت خورده بود به گفته وی این سیستم برای مدتی غیر فعال بوده و در حین خاموشی آن قطع زنجیره ای صورت گرفته است فلاحیان در پاسخ به سوالی درباره سفرش به آلمان با وجود ممنوع ورود بودنش به برخی کشورها گفته است که جمهوری اسلامی از طریق وزارت اطلاعات با آلمان و فرانسه تبادلات اطلاعاتی بر اساس موضوعاتی چون مواد مخدر دارد و آقای اشمیت مایر مسئول دستگاه اطلاعاتی آلمان هفت الا هشت بار به ایران آمد و خب ما نیز باید یک بار به آنجا می رفتیم. منظور فلاحیان برند اشمید بایر هماهنگ کننده وقت سازمان اطلاعاتی آلمان در دفتر سرد اعظم این کشور است در سال 1992 شماری از سران اپوزیسیون کرد جمهوری اسلامی در رستورانی به نام میکونوس در برلین ترور شدند دادگاهی در آلمان مسئولان وقت جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور علی فلاحیان وزیر اطلاعات علی اکبر بلایتی وزیر خارجه و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را متهم به زمین سازی ماجرای میکنوس کرد دادستان کل فدرال آلمان در 24 اسفند سال 1374 قرار بازداشت فلاحیان را که مزنون به صدور دستور قطع در رستوران میکنوس بود صادر کرد علی فلاحیان در مصاحبه با هفتنامه پنجره تایید می کند که در دادگاه میکنست در آلمان حکم دستگیری وی صادر شد و این میافزاید منتها وقتی ما مهمان آنها بودیم دیگر نمی آیند ما را دستگیر کنند او همچنین میگوید که در آلمان قوه مجریه و قوه قضایی مستقل هستند پلیس زیر نظر قوه مجریه و دادگاه زیر نظر قوه قضایی است او در همین رابطه اشاره می کند به اینکه یک عامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که در دفتر صدر اعظم آلمان جاسوسی میکرده لو رفته بوده و آلمان میخواسته با جمهوری اسلامی آتش بس اطلاعاتی اعلام کند علی فلاحیان هنگامی که ریشهری نخستین وزیر اطلاعات بوده ابتدا به عنوان معاون امنیت و سپس معاون وزیر به او یاری میکرده است علی فلاحیان بعدها داستان ویژه روحانیت و سرانجام در کابینه هاشمی رفسنجانی وزیر اطلاعات می شود فلاحیان گفته است که حسن روحانی گزینه اول هاشمی رفسنجانی برای وزارت اطلاعات بوده اما این دو بر سر مسئله بودجه نتوانسته بودند با هم به توافق برسند او درباره وزارت اطلاعات میگوید که هنگام بازنگری قانون اساسی مطرح شده بود که اطلاعات سازمانی باشد زیر نظر رهبری اما این خاص قبول نشد او درباره وزارت شدن اطلاعات میگوید اطلاعات تشکیلاتی که بگیر و به بند دارد و جاسوسی و ضد جاسوسی دارد و این مسائل خیلی با جایگاه ولی فقیه که دارای قداست است تناسب ندارد توضیحات فلاحیان درباره فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات ناروشن است او گفته است که این وزارتخانه مجبور بوده وارد چنین فعالیت هایی شود او در این حال به تخلفات این وزارتخانه در عرصه اقتصادی به طور مبهم اشاره کرده است روز گذشته آقای فرانس هولاند با همتای مصری خود جنرال سیسی گفتگوی تلفنی داشتند و این به دلیل چندین موضوع میدونید که با وخامت و اوزا در شمال لیبی و پیشروی های داعش و حکومت اسلامی مصر بسیار نگرانه و مایل است که با موافقت دولت لیبی شورای امنیت سازمان ملل رأی بدهد که یک نیروی نظامی مشترک به جنگ تروریسم مروان البته ظاهرا چین و روسیه چندان موافق این موضوع نیستند و به همین ترتیب خواهیم دید که مشکلات دیگری هم وجود داره بعد از اینکه روز دوشنبه آقای ایولودریان وزیر دفاع در قاهره حضور پیدا کرد و هم تسلیت گویی داشت برای 21 کشته مسیحی توسط داعش و هم مسئله همکاری های نظامی رو مطرح کرد سفر و هواپیما تا قبل از ماه جویه به مصر داده خواهد شد مصر چند روز پیش مواضع داعش رو در شمال شرقی لیبی نزدیک توبرک بمباران کرد اما چاره کار و زمان مبارزه با تروریسم به این کوتاهی نخواهد بود در مورد وضعیت در شمال لیبی که در عراق و همینطور در سوریه هم شاهدش هستیم مصر و لیبی بالای 1100 کیلومتر مرز مشترک دارن ایتالیا هم نگران وضعیت هست چرا که داعش هم اکنون در حدود 350 کیلومتری مرز ایتالیا قرار داره جدا از نکته هایی که گفته شد اصولا فرانسه با وضعیت کنونی حمله به گورستان های یهودی نزدیک دویست قبر نبش قبر شده است و تعصب و خشونت رو اظهار نگرانی کرده است به عنوان خبر آخر گفته باشم که بازیگر سرشناس امریکایی شانپن فردا با آقای اولان در کاخ لیزه دیدار خواهد کرد و این بار برای کمک رسانی به مردم هایتی پاریس تلویزیون ایران ای فردا سخنان عضو ناظر مجلس سر کمیسیونی رسیدگی به وضعیت بورسیهای های غیر قانونی نشان میدهد که وزارت علوم از موضع خود عقب نشینی کرده و اختیارات بیشتری را به نمایندگان اصولگرا و تندرو مجلس واگذار کرده است وزارت علوم در دوران وزارت رضا فرجی دانا اعلام کرده بود که نزدیک به 1200 نفر در دوره محمود احمدی نژاد به طور غیر قانونی و بدون داشتن صلاحیت تحصیلی یا مدرک لازم بورسیه شدند. رسیدگی به این تخلف وزارت علوم در دوره محمود احمدی نژاد منجر به استیزاه آقای فرجی دانا و برکناری او شد. روز گذشته رضا صابری عضو ناظر مجلس در کمیته بررسی پرونده بورسی ها از تسلط بیشتر نمایندگانی که استیزاخ کننده وزارت علوم بودند بر این کمیته خبر داده و گفته است با توجه به جلسات فشرده این کمیته به نظر می رسد تا پایان سال بتوان نتیجه نهایی کار کمیته را اعلام کرد آقای صابری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده شکایت دانشجویان بورسیه در کمیته ویژه وزارت علوم گفته است این کمیته در زمان آقای نجفی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایجاد شد و ما حاصل فعالیت آن بیانیه ای بود که وی در مورد وضعیت بورسیه ها صادر کرد و بر اساس آن شرایط تحصیلی نامطلوبی برای تعداد قابل توجهی از بورسیه ها رقم خورد وی درباره جزئیات جلسه رسیدگی به وضعیت پرونده بورسیه ها گفت در این نشست نمایندگان دیدگاه خود را در مورد بورسیه ها مطرح کردند و اعلام شد که با این موضوع سیاسی برخورد شده و نباید حق دانشجویان تضیع شود در مهر ماه سال جاری محمد علی نجفی سرپرست وقت وزارت علوم گفت دانشجویان بورسیه متخلف از تحصیل محروم می شوند. وی گفته بود با اتمام بررسی بورسی ها ابتدا تکلیف دانشجویان متخلف و بعد مسئولان متخلف مشخص می شود. نجفی همچنین توضیح داد با پایان بررسی 1200 پرونده باقی مانده ممکن است برخی از دانشجویان متخلف از تحصیل محروم شوند. حالا اما این عضو ناظر مجلس در کمیته رسیدگی به پرونده بورسیه ها میگوید اعضای کمیته بررسی پرونده بورسیه ها این آمادگی را دارند تا رای های جدیدی نسبت به رای قبلی کمیته صادر کنند در ماه های گذشته کسانی که بنابر اعلام وزارت علوم به طور غیرقانونی بورسیه شده بودند به طور دست جمعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند و این دیوان تقاضای آنان را غیر قابل رسیدگی دانسته بود عضو ناظر مجلس در کمیته بورسیه ها گفته است پرونده همه دانشجویان اهم از افرادی که نسبت به رأی خود معترض بودند و چه افرادی که هیچ واکنشی به رأی صادر نداشتند مورد بررسی قرار می گیرد. به گفته آقای صابری تلاش کمیته بران است تا آخر سال کار بررسی پرونده انجام شود و مکنون از 800 پرونده موجود نزدیک به 300 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و حدود 500 پرونده باقی مانده است. گروهی از نویسندگان کتاب کودکان و نوجوانان در ایران با آنچه حذف عشق و افزایش خشونت در کتاب نوجوانان در ایران است اعتراض کردند. محمد جواد جزینی نویسنده کتاب های نوجوانان عشق و روابط انسانی را یکی از عناصر مقفول مانده ادبیات کودک و نوجوان دانسته و شاهد مثال خود را کتاب های درسی این گروه سنی خوانده است. آقای جزینی در گفتگو با ایسنا گفته ظاهرا به معلفان کتاب های درسی معمولیت داده شده است تا از هر چه رنگ و بوی عشق و عاطفه انسانی دارد پرهیز کنند بنابراین میبینیم که در قصه لیلی و مجنون که داستان شورانگیز عشقی است بحث رفتن مجنون به زیارت حج برجسته شده است این نویسنده گفته است سالها کتاب های درسی با پرداختن به داستان های غیر آتفی و نفی ادبیات عاشقانه ادبیاتی را در ذهن مخاطبان می نشاند که حاصلی جز ترویج خشونت و نهادینه کردن آن در ذهن کودکان ندارد. آقای جزینی با تاکید بر کار پژوهشی که بر روی عنصر خشونت در کتاب های درسی انجام داده است گفت در کتاب های درسی دوران دبستان و راهنمایی اغلب داستان هایی درد شدن که در آنها عناصر بزن بزن و جنگ و کشتار چه در نظم و چه در نصر قلب دارد این تنها یک طرف قضیه است و همچنین گفته است از آنجا که ادبیات کودک و نوجوان ما نهادهای دولتی و وابسته به آنها اداره و تولید می شوند و این نگرش در آنها وجود دارد که باید از هر عنصری که رنگ و بوی روابط انسانی و عاطفی را میدهد پرهیز کرد نمی توان در این زمینه نسبت به آینده این ادبیات امیدوار بود فرهاد حسنزاده دیگر نویسنده برجسته حوزه نوجوانان با اشاره به حذف عشق از کتابهای نوجوانان گفته است حذف این مقوله در ادبیات نوجوان باعث فاصله گرفتن مخاطبان این گروه سنی از آثار ویژه تعلیفشان می شود چون آنها خودشان خواه ناخواه با این حس درگیرند و دوست دارند با این پدیده بیشتر آشنا شوند چه بهتر که به کنجکاوی و پرسش آنها جواب درست بدهیم و صورت مسئله را پاک نکنیم آقای حسنزاده همچنین گفته است یکی از دلایلی که بچه ها کارهای نویسندگان ایرانی را نمیپسندند و به سمت رمان‌های خارجی گرایش دارند توجه نکردن به مسائلی است که با آنها درگیرند و دغدغهشان است در کتاب های ترجمه با تمام محدودیت ها باز هم رنگ و نشانی از روابط صمیمی و آدم ها هست که به نوعی عشق ورزیدن را به نمایش میگذارد. او افزود بچه ها از محدودیت ها و ممیزی هایی که نویسنده با آن مواجه است بی اطلاعند و مدام از ما میخواهند داستان هایی با دور نمایه بنویسیم. فکر میکنند ما آنها را نمیشناسیم و درکشان نمی کنیم در حالی که مشکل جای دیگری است. در سالهای گذشته همواره کارشناسان از تاثیرات مخرب افزایش خشونت در فضای اجتماعی مانند اعدام در خیابانها به عنوان عامل مخرب برای کودکان در ایران نام بردند. Thank you.